Vi förväntar oss att Sverige har det bidrag. Det är mardom Iran där. Men بعد از که 67 تابستان خونین در میگیره ولی بردن و اعدامش کردن. فقط خواهر رو بردن و اجلاس بین المللی شاهدان قتل عام 30,000 زندانی سیاسی درباره نقش آخوند جلاد ابراهیم رئیسی عضو هیئت مرگ در قتل عام 67. همزمان با سخنرانی آنلاین رئیسی جلاد 67 در مجمع عمومی. استکهلم 30 شهریور 1400 21 سپتامبر 2021. فراخوان به تحقیقات مستقل بین المللی درباره قتل عام 67 و محاکمه خامنه‌ای و رئیسی جلاد و اژه‌ای به جرم نسل کشی و جنایت علیه بشریت. پیام خانم مریم رجوی، جنبش دادخواهی، سکوت و مماشات همدستان رژیم را مغلوب خود کرده است. همزمان با سخنرانی آنلاین آخوند جلاد ابراهیم رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سلسله تظاهرات جهانی از جمله در مقابل مقر سازمان ملل در نیویورک برای محاکمه جلاد 67، زندانیان سیاسی از بند رسته و شاهدان و دادخواهان قتل عام 30,000 زندانی در سیاهچال‌های حکومت آخوندی که شاهد این نسل کشی و جنایت بزرگ علیه بشریت و نقش رئیسی جلاد به عنوان عضو هیئت مرگ بودند، در یک اجلاس بین المللی در سوئد خواستار محاکمه بین المللی مسئولان قتل عام 67 به ویژه رئیسی و خامنه‌ای ولی فقیه ارتجا و اژه‌ای سردشخیم قضایی جلادان شدند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی طی پیامی به اجلاس بین المللی شاهدان جنایات رئیسی جلاد در قتل عام 67 از جمله گفت: رئیسی جلاد با دستان آغشته به خون زندانیان سیاسی قتل عام شده در سال 67 و ارتکاب کشتار خیابانی دست کم 1500 جوان و نوجوان در قیام آبان 98 و به خاطر اعدام‌ها و شکنجه زندانیان باید بر صندلی محاکمه بنشیند و در برابر عدالت قرار بگیرد. طی سالیان مجاهدین و مقاومت ایران کارزار جهانی گسترده‌ای برای برانگیختن جامعه جهانی علیه قتل عام به پا کردند. لیست‌های متعددی از نام‌های شهیدان را افشا کرده، به اطلاع مجامع بین‌المللی رسانده و از همان سال 67 سنگ بنای جنبش دادخواهی را بنا گذاشتند. در اجلاس بین المللی شاهدان جنایات رئیسی جلاد در قتل عام 67، آقای اینگمار شلسترام، نماینده پارلمان سوئد، در حمایت از خواست شرکت کنندگان در اجلاس مبنی بر محاکمه آخوند جلاد ابراهیم رئیسی سخنرانی کرد. در این اجلاس که با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف برگزار شد، سخنرانان گوشه‌های از جنایت‌ها و شقاوت‌های دشخیمان در جریان قتل عام 67 در زندان‌های رژیم در تهران و سایر شهرستان‌ها را بازگو کردند. من که خودم نزدیک به 5 سال زندانی این رژیم بودم، به شخصه شاهد خیلی از جنایت‌های این رژیم بودم. اما امروز نمی‌خوام راجع به خودم صحبت کنم. امروز می‌خوام راجع به نسل سرموزه بگم. نسلی که رئیسی جنایتکار یکی از عاملان قتل عام اونا در سال 67. امروز رئیسی جلاد به عنوان رئیس جمهور رژیم آخوندی در مجمع عمومی ملل متحد به صورت آنلاین سخنرانی میکنه.
ما امروز میگیم تنظیم رابطه با رئیسی جنایتکار برای جامعه بین المللی یک آزمایش تاریخیه. جامعه جهانی نباید به رئیسی جنایتکار به خاطر نسل کشی در دادگاه های بین المللی باید محاکمه بشه اجازه حضور و سخنرانی بده. این مقاومت یه روز زهر آتش بس رو در حلقوم خمینی لعنت شده ریخت. یه روز خامنه ای رو سر برنامه اتمیش به دام انداخت و حالا زهر حقوق بشر رو به حلقوم همین خامنه ای خواهد ریخت. بله، حالا خون سرموزهی های 56 سال گذشته مجاهدین و جانفشانی های غیر قابل تصور رهبری این مقاومت خودش رو در گستردگی کانون های شورشی در سراسر ایران وارث کرده. کانون های شورشی پاسخ جنگ صد برابر و شورشگری حد اکثر بوده، هست و خواهد بود و تا سرنگونی این رژیم منحوس ادامه خواهد داشت. درود بر شما. در پایان این اجلاس شاهدان قتل عام 67 و بستگان شهیدان مجاهد در این قتل عام در یک کنفرانس مطبوعاتی برخواسته های خود برای انجام تحقیقات مستقل بین المللی و محاکمه عاملان و آمران قتل عام به ویژه خامنه ای و رئیسی جلاد و آخون اژه‌ای در دادگاه های بین المللی و سپردن جنایتکاران به دست عدالت تاکید کردند. این روزها در دادگاه استکهلم گوشه هایی از وقایع گوهردشت روشن شد. با این حال ما از بسیاری از قسمت های این زندان بیخبر بودیم و اسامی بسیاری از شهیدان آن زندان را هم نمی دانیم. چند ده کیلومتر آن طرفتر شمار شهیدان سربدار در اوین چند برابر گوهردشت و ابعاد جنایت بسا فراتر بود. اوینی که بعد از 30 خرداد شست اکثر اوقات بین 10 تا 15 هزار زندانی در خود جای می داد، در شهرستان ها فاجعه ابعاد دردناکتری داشت. چه بسیار شهرهایی که حتی یک نفر از زندان جان به در نبرده است. ما شاهد آن بودیم که چگونه زنان و مردان مجاهد در مقابل جلادانی که مانند رئیسی سر تسلیم فرود نیاوردند بر موزه خود پافشاری کردند و به استقبال مرگ با افتخار رفتند. آزمون نسلی از مجاهدین بود که درس صدق و فدا را در مکتب مسعود رجوی آموخته بود و چه سرافراز و با افتخار از این آزمایش عبور کردند. با سلام، من میخوام از مشاهداتم که در دادگاه هم گفتم اینجا هم بیان کنم. هفته دوم اعدام ها بود که هر شب می دیدیم یه کامیونی، دو تا کامیون از جلوی ساختمان ما رد می شن. ما می دونستیم که داخل اینها جنازه بچه ها مونه. اما یک شب یکی از این کامیون ها جلوی دید ما ترمز کرد و دنده عقب به طرف
در ورودی آشپزخانه رفت. بالای آشپزخانه لامپ مهتابی بود که افتاده بود روی این جنازه ها. من از پشت پنجره‌ای که یه شکافی توش بود از داخل سالن دو این جنازه ها رو داخل کامیون می‌دیدیم. انقدر سکوت مطلقی ایجاد شد بود که ما صدای قلب هم دیگر رو می‌شنیدیم. همه وجودمون احساس می‌کردیم که اینا دوستان ما هستن که تا دیروز در کنار ما زندگی می‌کردن و اکنون به وسیله این جلادان به ابدیت پیوستن. اون شرایطی که من داشتم هیچ وقت نمیتونم در زندگی فراموش کنم. اون همیشه با ما هست. به امید و الانم در کنار سازمان امیدوارم که بتونیم انتقام اون خونها رو بگیریم و مردم ایران را از شر این حکومت آخونی نجات بدیم. و امیدوارم که از سازمان ملل بقیه نهادهای بین المللی به کمک مردم ایران بیان و رئیسی و بقیه جلادان را در دادگاه های بین المللی به محاکمه بکشن. با تشکر. یکی از مواردی که من توی موقعی که منو میبردن برای هیئت مرگ، موقعی که برمیگردوندن جلوی در 209 یه تریلی کامیون یخچالدار بود، نو آبی رنگ و یخچالش هم روشن بود و موقعی که از اونو عبور کردیم به یه جایی رسیدیم که ما در این حالی که چشم بند داشتم ولی یک تپه ایجاد شده بود از دمپایی هایی که با فرغون هم شده بود، فرغونش هم بود و این دمپایی ها به صورت یک تپه در اومده بود در اون نقطه. و یه موردی دیگه ای بود که منو بعد از اینکه یک بار رفتم تو دادگاه مرگ، هیئت مرگ منو بردن داخل یک بعدش منو بردن داخل یک سلولی که اون سلول خیلی به هم ریخته بود. بعد روی سلول نوشته بود که مهین و هاجر و رباب. بعد با یک سوزن دارن یا یک چیز تیزی روش یه علامت زبدر کشیده شده بود و زیرش نوشته بود مرگ بر خمینی. این سه تا اسم اسمهایی بودش که قبلش به گوش ما خورده بود. موقعی که اینا رو بردن توی دادگاه نیری داد میکشید، فریاد میکشید سر اینا که شما بایستی بیایید محکوم کنید. اینا هیچ عکس العملی نشون نمیدادن، یعنی انقدر صدای نیری بلند بود که افرادی که پشت در دادگاه بودن این قابل شنود بود. بهشون میگفت که نعره میکشید، میگفت اعدامتون میکنن. بعدش که من این به گوشمون خورده بود، موقعی که تو اون سلول رفتیم معلوم بود که اینا رو انتقال دادن تو این سلول و از این سلول برده بودن برای اعدام. بتون مجانی هستم که خودم 7 سال زندان بودم و 7 نفر از اعضای خانواده من اقوامم در زندان اعدام شدن که 5 نفرشون مال همین قتل عام سال 67 بودن از جمله برادر من که همگیشون از هواداران سازمان مجاهدین بودن و به جرم مجاهد بودن در عین اینکه همه‌شون حکم داشتن ولی در قتل عام سال 67 اعدام شدن. منم خودم توی اون دادگاه بودم و خودم هم هیئت مرگ و تو اون دادگاه شاهد بودم که فریاد می زدن، فقط رئیسی فریاد می زد که باید ببرین اعدام کنیم، باید ببرین اعدام کنیم، فقط قصدشون همین بود. و الان واقعا متاسفم برای کشورهایی که در سازمان ملل پذیرای این جنایتکار و دجال و دشخیم قتل عام هستن. با سلام به همه. من در جریان قتل عام سال 1367 تابستان خونین در زندان وکیل‌آباد مشهد بودم. من خودم هر سال به جرم هواداری از سازمان مجاهدین خلق در زندان بودم، در زندان‌های اوین و وکیل‌آباد مشهد. در زندان وکیل‌آباد مشهد من خودم شاهد بودم که یک مادر 50 ساله رو به نام مادر شمسی براری رو از کنار ما، از پیش ما بردن برای اعدام. این مادر هنوز حکمی نداشت اصلا و حتی حکمش خیلی قرار بود، خانوادش گفته بودن حدودا 2-3 سال هستش، ولی بردن اعدامش کردن.
و این مادر رو بعدا متوجه شدیم از طریق ملاقات ها که این مادر به همراه برادرش رسول براری و همسرش حاجی مصطفی با هم همزمان اعدام شدن در همون قتل عام 67، فقط به جرم مجاهد بودن، هواداری از مجاهدین خلق، به جرم این که زیر سر موازه خودشون بودن. مورد دیگه هم که داشتم، مادر خیلی جوونی بود به نام شیرین اسلامی که اینم یک بچه 3 ساله داشت و این مادرم بردن برای اعدام که هنوز حکمش نیامده بود و اینم اعدامی اصلا نبود، یعنی حکمش به خانوادش ابلاغ شده بود، حکم حدوداً تا جایی یادم میاد 10-15 سال به خانوادش گفته بودن میگیره، ولی بردن و اعدامش کردن. من سعید ناصری هستم، در تابستان خونین سال 67 در زندان اوین بودم. در مرداد ماه سال 67 وقتی منو برای دادگاه هیئت مرگ بردن، ساعت 6 صبح بود تقریبا، من به جایی که منو نشوندن رو زمین فاصله کمتر از 1 متر با درب ورودی اتاقی داشت که هیئت مرگ توش بودن، که شامل نیری، اشتاقی و ابراهیم رئیسی و پور محمدی و 2 نفر پاسدار دیگه بود. اون روز فقط خواهران رو بردن داخل هیئت که به فاصله شاید ماکسیموم 3 دقیقه بعد از سوالای ابتدایی که اسم و فامیل و فلان و اتهام، اون چیزی که من شاهدش بودم ظرف 11 ساعتی که اونجا نشسته بودم بلا انقطاع این دادگاه جریان داشت و تو این فاصله فقط خواهرها رو بردن و تمامشون از مواضع سازمان و نام مجاهدین استفاده کردن و از مواضع دفاع کردن و تمامیشون اعدام شدن و این واقع خیلی سخت و جانکا بود برای افرادی که اونجا نشسته بودن. من میخواستم فقط همین رو توضیح بدم خدمتون که شاهد یه چنین روزی بودم.